سلام و درود میگویم به همه تماشابینان برنامه کامنشو، چه طریق تلویزیون ما رو میبینید یا چه طریق یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی. من باشد چون هر وقت نعمت سلیم‌زاده این لحظه ها در خدمت شما با نشر سیوم برنامه امون هستم و در این نشر ما بیشتر در باره روز یکم سپتامبر یعنی روز دانش با شما صحبت میکنیم. برای همین خوانندگان عزیز توجه نمایید به تخته سین. دوستان شما را تبریک می نماییم که شروع از 1 سپتامبر زنگ اول صدا داد و درس ها آغاز گردیدند. در شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم که والدین و خوانندگان چطور این صحنه را تجلیل نمودند. برای بعضی ها شادآور آن بود که فرزندشان به صنف 1 رفت. شاید آنها تا حال از عذاب بروقت خستن و نهاری آماده کردند و با صد مراتبه دیگر خیز بچم از درس دیر کردی گفتند بی‌خبرند. بعضی دیگر هم بعد تعطیل تابستانه فرزندانش شان را به مکتب گسل کردند و کوچه ها از مکتب خان و دانشجو پرفیض شده، خانه هم آرام و خالی می باشد. پدران و مادران عزیز، بیاید اکنون مردانه‌وار اقرار می شویم که سرتان سبک و تشویشتان کم گردید. یک نفر در فیسبوک نوشته است که دو گروه آدمان 1 سپتامبر را دوست می‌دارند، صنف های 1 و کورس های 1، همان هم 1-2 ماه. اما برای کاربر همین 1 سپتامبر هم چندان بابرار نبوده است، زیرا او در شرح گفته های بالا می‌نویسد که صنف 1 بودم مرا زده زده به مکتب بردند، اما در کورس 1 هم به راه برآمدم و ماشین مرا زد و همین طور من 1 سپتامبر را به برار تجلیل نمودم. واقعا در میان فرزند اندون هستند نفرانی که 1 سپتامبر را بی‌صبرانه انتظار می‌شوند. حتی بعضی‌شان شب با لباس مکتبی خواب می‌کنند. خدایار و نوری در فیسبوک نوشته است که من شخصا در بچگی هم همین خیل کردم، چند بار لباسم را پوشیده و در بالای سرم موندم. قدرت الله رحمت الله میگوید که تو مکتب سر می‌شد، همه جورای و همسایه‌ها را آورده لباس‌ها را نشان داده چرکین می‌کردیم. با همین باز کودکان نیز هستند که از روز اول حس می‌کنند که مکتب برایشان دیگر باغچه نیست. چرا نمی‌خوای؟ Почему? Не умею писать. Так тебя научат. Уроки будешь делать каждый день. Сань, не советую. 4-й год учусь. Помогите! Помогите! ولی باز کودکان را هم دیدن ممکن که تا حال دروازه مکتب را ندیدند و میخواهند از درس و وظیفه های خانگی و مکتب و دانشگاه خلاص شوند. آنها از حالا به آینده خود دل سوزانه می نگرند. Куда пойдешь? Да. В школу. А после школы? После школы? После школы в институт. А после института? После института? На работу. А здесь-то тогда я буду. باور دارم که همه پدر و مادران بعد از درس از فرزندانشان پرسیدند که بچم امروز چگونه گذشت و در مکتب چی کار کردید. ما نیز بعد از درس از یک خواننده صنف 1 احساساتش را پرسیدیم و به ما چنین جواب داد. همین طور به صنف 1 رفتن خاطره های جالب را در تاریخ زندگی ما ثبت میکند. من در یک گروه فیسبوکی دیدم که مردم روز اولین مراتبه به مکتب رفتنشان را چگونه نقل میکنند. این به من پسند آمد و سرگذشت چند از آنها را به شما میخوانم. از جمله گلبرگ غفوروفنا آن پسخند همسنفانش را که آن زمان برای سخت دردناک بود امروز یاد کرده است، زیرا نوشته است که سال 1981 بار اول با مادرم به مکتب رفتم. باران بود. از مکتب در اومدن قالین نوی صبح سر پرتفته بودند. پای افزالم لای بود کشیده در اومدم. چند وقت همه به حالم خندیده بودند. هیچ از یادم نمی رود. مثل گلبرگ محمد خدایدادوف شوخیامیز نوشته است که سال 1986 نخستین بار قدم خود را به درگاه علم و معرفت یعنی مکتب گذاشته بودم، لیکن یک چیز را باید خاطر رسان نمایم. وقتی از کریدور باید
سینف درایم اول پایفزالم رو کشیده بعد داخل شدم به سینف خونه. رستم ولیف باشد یکمی سنتیبر سال 1975 دو مراتبه به مکتب رفته است، زیرا در نوبت اول به دفتر بود. او میگوید از نزد سینف خونه گشته خونه اومده دفترم رو گرفته بعد به مکتب رفتم، هرچند که روز اول هیچ چیز ننوشتم. اهل نیسان میگوید که بعدی از مکتب جواب شدن به خونه اومده سلام داده است، ولی همه به حالش خندیدند، زیرا او گپی معلمش را تکرار کرده گفته است که پدر و مادر از سلام، خرد و کلان از سلام. البته هستند مادرانی که نمیخواهند همسایه ها یا معلمه ها و دیگر خوانندگان به حال فرزندشان بخندند، برای همین کوشش میکنند تا فرزندشان را هرچی خوبتر شستشو نموده تازه و پاکیزه به مکتب گسیل کنند. ولی ما فرزندان از گپ کوچه بخبر و در غم جان خود نمیخواهیم که مادران ما را آرو و تارو دهند، لیکن شما خوب میدانید که مادران ما از اصول یا بزاری یا بزاری خوب استفاده مینمایند. یه بوده یه جان شکل شایقلب. آخر آوگوست برای سرتاروشخانه ها نیز مثل یک روز پیش از عید برای فروشنده ها است. آنها در این شب و روز به هر طوری موی درآمد مییابند، برای همین از این شب و روز لذت میبرند. راستی من یک چیز را نفهمیدم، برای چی ما در صنف یک اساسا الفبا میخوانیم و این قدر جزدان کلان داریم؟ لیکن سینف به سینف بالا می رویم و پنهای میخوندگی همون نیز زیاد می شوند، ولی جوزان ما نیز مایده شدن می گیرد، و چون به سینف 11 یا کرسی 4 رسیدیم دیگر بدون جوزان به درس رفته وقتی نوشتن حتی خامه یا روچکه معلم را گرفته می نویسیم. به این گفته ها موافق ما اکثر را یافتیم که بیاید یک مراتبه آن را می بینیم. راستی من اولین مراتبه وقتی به دانشگاه رفتم احساس کردم که بچه ها در چند وقت اول خود را از حد زیاد بروسلی و جکی چان و ژان کلود وان دام نشان می دهند. آنها خود را چنان جدی می گیرند که گویا دانشگاه از آن پدرشان باشد، ولی از بین چند می گذرد و با آنها خوب شناس می شوی پس می فهمی که آنها اصلا یک بودند. روزهای اول درسی من دختران گروه همون را دیده فکر میکردم که آنها هم صنف هم هستند، چون در یک لحظه با هم چنان دوگانه گشتند که نگفتنی. بعد فهمیدم که عادت دخترها همین بوده است. در باره دانشگاه گفتیم و میخواهم به شما برسانم که اگر گرد جهان هم گشته باشی باز در کورس اول تو مثل صنف یک هستی، لیکن خوبیش در آن است که اکثر دانشجویان ما در کورس یکی بسیار خوب میخونند و حتی از 90 بال آر میکنند. چون به کرسی دو میگذارند 80 بال برایشان درد آور هم باشد ناچار قبول میکنند. در کرسی 3 75 بال برایشان دادر 5 است، ولی در کرسی 4 63 بال یعنی بهای 3 هم برایشان یک تحفه بهترین است. بعد دانشجویان کرسی اول توصیه ما این است که تحصیل در مکتب عالی آنگونه که محبت میکنن و در نوار بعدی میبینیم مشکل نیست، فقط راه و رویش را باید دانست. Make 4 square, right? And 9 is 3 square. Now we have difference of square. So we can write 4 plus 3 times 4 minus 3.
Now, we use 12, 4 times 4 is 16, and then 4 times 3 is 12, so minus 12, then 3 times 4 is 12, so plus 12, and 3 times 3 is 9. Now, we cannot subtract 9 from 6, so we take this borrower carry here, and then it is 16 minus 9, and then 16 minus 9. دوستان در این برنامه ما که اساساً در باره حیات شو بیزنس نقل میکنیم ما نیز تصمیم گرفتیم که از رفت درسخانی سرایندگان نیز برایتون چیز گفته باشیم همین طور ما یک نوار را یافتیم که روز 1 سپتامبر از رفت درسخانی سیمفونی ستاره های شو بیزنس ثبت شده است البته هر یکی ما میدونیم که اگر در یک مکتب دو گروه سنف 11 باشد پس انیق یک گروهش آدمان میخوندگی و در گروه دیگر صاف بچه ها و دخترای خولیگان درس میخونند و بیاید حالا به شما گروه دویم سنفخانه ستاره شو بیزنس تاجیک را نشان میدهیم دوستان عزیز ما رسیدیم به فرجام برنامه خود تو برنامه های دیگر ما را در اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک پیگیری نمایید در زیر هر نوار ما شرح خود را بنویسید تا ما بتوانیم که خواسته شما را برآورده ساخته باشیم برای همین تا دیدار خیر